در نظامی که سهم زنان تحقیر و زنجیر و بی‌عدالتی است، زنان بی سرپرست در دهلیز مرگ و سلسله قوانین زنستیز خرد می شوند. زنانی که بخشی از طریق کارگری و دستفروشی و بخشی با تفکیک زباله ها خود را زنده نگه داشتند. بچه های من تا صبح تنها منو بردن قاطی یه عالم معتاد خراب، تازه به متادونم اومدن بدن، میگن من اعتیاد ندارم. دستایر کشورها، سازمانهای امور اجتماعی با پرداخت حقوق ماهانه معیشت این قشر آسیب پذیر را تأمین می کنند. اما در ایران وضعیت زنان بی سرپرست آنقدر تأسف بار است که صدای روزنامه های حکومتی هم در آمده. روزنامه جوان: بسیاری از نهادهای تخصصی حوزه زنان هیچ درکی از مسئله زنان سرپرست خانوار ندارند. آمار رسمی می گوید 3,600,000 نفر هستند، اما بعید نیست اینجا هم آمار غیر رسمی وجود داشته باشد. اقتصاد آنلاین: غالبا این افراد در بخش خاکستری اقتصاد کشور، یعنی بخش های غیر رسمی فعالیت می کنند. جهان صنعت: در حال حاضر بحران گسترش ویروس کرونا، زنان سرپرست خانوار و دیگر اقشار آسیب پذیر جامعه را سرگردان بین جان و نان کرده است. یا اینجا میان میگن دستفروشی با گدایی هیچ فرقی نمیکنه، اگه فرقی نکنه من که دستم شکسته است دیوانه که نیستم بیام اینجا دستمالو با دست شکستم بردارم؟ هر دو تا دستمال 1,000 تومان داره، فکر کنه من چند بسته بفروشم که بتونم خرج زندگیمو. اختصاص بیش از 2,000 میلیارد تومان بودجه برای نهادهای حوزه تنپرورده علمیه و میلیاردها تومان برای سرکوب زنان، آن روی سکه جمع‌آوری غذا توسط زنان بی سرپرست از میان سطل‌های زباله است. جنایتی که با سرنگونی نظام زنستیز به دست جوانان و مردان زنان شورشی پایان می‌یابد.